الو جانم بفرمایید. دکتر حالت خوبه؟ عید شما مبارک. سال نو شما مبارک. من شما خیلی ممنون. خانم دکتر من یک سوال داشتم که از نظر شما طب گیاهی اینا کار میکنید، خواستم ببینم که با البته من امروز دکتر عمومی بودم و این فتی لیور باید چطوری میتونیم مالش کنیم؟ خیلی من واقعا هر کاری میکنم با دارو شیمی هم نمیخوام خیلی برم جلو، میخوام ببینم باید چه کار کنیم برای فتی لیور. شما باور بکنید یا نکنید، هفته گذشته من خواستم راجع به فتی لیور صحبت کنم، وقت نشد و الان این کاغذ رو جلومه هی درشتم نوشتم جلو خودم که به خودم بگم باید در این مورد صحبت کنم. خوب شد شما سوال کردین که من دیگه بل اجبار باید جواب بدم. حتما گوش کنید، خیلی مهمه. چه سوال خوبی کردید، مرسی. متشکرم خانم دکتر، واقعا این مهمه برای که لیور تنبل شده، اصلا به هر دوایی نمیتونه راحت جواب بده و واقعا من زج میکشم از مثلا، و دکتر گفته که واقعا لیور فتی هستش بعد خیلی تیکرش کنیم موازه برده، پس من از تلویزیون گوش میدم. بله حتما دکتر. خواهش میکنم، خواهش میکنم. تشکرم، خیلی ممنون، خدا نگهدار. مرسی از تلفنتون. باور کنید این جلوی من همش من یادداشت گذاشتم که باید راجع به این صحبت کنیم. ببینید لیور یا جگر یا کبد، خب مغز متفکر بدن ما، یعنی اون به من نمیدونم چرا فکر میکنن مغز داره فکر میکنه، کبده، همه دستورا همه کارا رو کبد میکنه، اینقدر باهوشه، اینقدر باهوشه، اینقدر باهوشه. ببینید حداقل 500 تا کار داره همین الان انجام میده که میشناسن و خیلی کارا رو میکنن نفهمیده کسی. خب 3 پوند حدودن وزن داره، زیر دنده طرف راست بدن ما وجود داره. خب تنها عضو بدن ماست که 100% خودش رو ترمیم میکنه، 100%. نه اینکه ما هر کاری کنیم اون ترمیم میشه، نه، منظورم اینه که اگر جیگر ما خراب بشه ولی ما با عوض کردن روش زندگیمون به قول امریکا یا لایف استایلمون عوض بکنیم اونو، کبد خودش رو ترمیم میکنه. طول میکشه، آروم آرومه، ولی ترمیم میکنه. چشم ما این کارو نمیکنه، گوش ما این کارو نمیکنه، منظور من اینه که این کارو میکنه. ولی خب من اگر ناراحتی معده داشته باشم یا اگر گشنه باشم میفهمم، معده من به من میگه گشنم، احساس گشنگی رو میکنم، یا اگر بعد غذا بخورم همون ساعت معدم چه میدونم جوش میزنه، نفخ میکنم، نه درد میگیره، سوزش میگیره. ولی این کبد خیلی آرومه، میتونه تا 90% کبد خراب باشه ولی ما اصلا نفهمیم، ولی حرف میزنه با ما، خیلی قشنگ حرف میزنه، رو پوست ما همه چی نشون میده. فتی لیوری که این دوست نازنین گفتن بین 70 تا 90 میلیون، خیلیه، یعنی من وقتی که خوندم و یعنی هی دارم فکر میکنم، اول گفتم خب 90 میلیون، 90 میلیون آدم در آمریکا، including children، یعنی بچه هم توش هستن، 90 میلیون آدم فتی لیور داره، یعنی کبد چرب داره. خیلی قدیم ها فقط کبد چرب رو یا ناراحتی های کبد رو کسانی داشتن که مشروب میخوردن، الان هم هست، الان هم همونه، ولی نان الکوهالیک فتی لیور دیزیز هست، یعنی کسی که اصلا مشروب نخورده به عمرش اونم میگیره. ببینید الان وقتی که فکر میکنیم میگیم اوف کبد چربه، خب کبد چربی میگیره دورش، بله، یعنی حد اکثر چربی دور کبد باید حد اکثر تا 5% باشه، ولی این میره بالا، این باعث میشه آنزیم کبد میره بالا، این باعث میشه کبد کارشو درست نمیکنه، باعث میشه به مرور زمان لیور سورسس میگیریم و یا زخم کبد، کبد آروم آروم زخم میشه، زخم میشه، زخم میشه، زخم میشه، یهو میشه یه تیکه زخم، اصلا هیچ کاری نمیتونه بکنه، فیلتر نمیکنیم، سیاه میشیم، اصلا یعنی کبد باید از بدن ما در بیاد، یه کبد جدید بذاریم اگر به همین شکل ادامه بدیم. خب حالا نشانه هاش چیه؟
بدن ورم میکنه، دست ما میخاره، پامون میخاره. ببینید یکی از علائمش ها، فکر نکنید هر کسی دستش بخاره یا پاش بخاره کبدش ناراحته، نه، این یکیش میشه. حالا میتونین الرژی داشته باشین، میتونین بیماری قند داشته باشین، ولی کبد هم هست. شکم مثل توپ بسکتبال میشه. خب شونه و گردن دست راستمون درد میگیره، تیر میکشه، اینم یکی از علائمشه. خب ما گفتیم اینجا گرمه، حالا انچنان سردش کردن که احتیاج به بخاری داریم. خیلی گرم بود چون اومدم تو، اصلا نفس نمیتونستم بکشم. به هر حال حالا همه فکر میکنیم که فتی لیور، کبد چرب، خب پس یعنی چربی نباید بخوریم. البته چربی بیش از حد نمیخوریم، ولی عامل اصلیش میدونین چیه؟ باور بکنید یا نکنید، شیرینیجاته، فروکتوزه، شیرینی که در حالا چیا هست. یعنی من اگر کبدم فتی لیور داره، اگر کبد من چربه، آنزیمش رفته بالا، حالا به من که زنگ بزنید، من دقیقا شما رو میذارم روی یک پروگرام. اول تمیزی داخل بدنتونه که کبد جز بشه، یعنی کبد باید تمیز بشه، حتما تمیز بشه. چه غذایی رو نباید بخورید؟ فروکتوز تو چه چیزایی هست؟ توی کورن سیروپ، میپل سیروپ، نون، مربا، ماستایی که بهش میوه میزنن مثلا. حالا شما ماست دوست دارین که میوه باشه، خب خودتون میوه خورد کنین توش. تمام غذاهایی که آماده است از بیرون میگیرین تمامش، و نون گندم هست، کن جوس، یعنی این کنسرو، قوطی‌های کنسروی میوه، آب میوه. شما میدونین توی یک دونه کن 12 آنسی نوشابه چقدر شکر هست؟ ما چایی که میخوریم اکثرا من میبینم اصلا به قند و شکر به چاییشون نمیزن، ولی اونایی که میزنن، حالا فرض میکنیم ما چایی میخوریم شکر میریزیم توش، چای شیرین میخوریم صبح، فرض یه قاشق به دو قاشق، دو قاشق اگه بریزیم میگیم وای شیرینیش دلمو زد، نمیتونیم بخوریم. 50 گرم شکر داره تو همون کن، مواد شیمیاییش به کنار. خب این کبد بیچاره چقدر میتونه تصفیه کنه اینایی رو که ما داریم بهش میدیم؟ کارش تصفیه است دیگه. چقدر میتونه 50 گرم شکر تو یک کنه؟ خب بالا ببینید اطرافیان شما هفته ای چند تا روزی بعضیا از این کنا میخورن، غذاهایی که داریم میخوریم به کنار. بعد غیر از این کبد سالم نمیشه، نمیشه، نمیتونین کاری بکنین، کبدتون از دست میدین خیلی راحت. تا زمانی که دارید اینا رو میخورین، کبد خودش رو، گفتم که کبد خودش رو تمیز میکنه، خودش رو سالم میکنه. اگه اینا رو بهش بدین سالم نمیشه، خیلی عاقله. خب بچه ها دارن این ناراحتی رو میگیرن، چرا؟ برای اینکه تو همه چی هست. بهترین روغنی که شما میتونید استفاده کنید اگر کبد چرب دارین، روغن کوکونات یا نارگیله. یادتون باشه بله چرب میکنه، چربه و چاق میکنه، بله، ولی حواستون از هم گرونه، برای اینکه باید روغن نارگیلی بگیرید که حرارت بهش داده نشده، ویرجین، کولد پرس، همه اینا رو داره. خب و خیلی هم گرونه. خب خیلی گرون که میخرید، یه ظرف اینقدیشو باید 4-5 دلار بهش بدین، کم مصرف میکنین. خب اون خوبیش اینه که چاق هم نمیشین. وقتی روغن ارزون بگیرید میریزید توش، سیب زمینی هم میریزید توش، حسابی میگیم باید روغن داشته باشه. به هر حال تمام سبزیجات، مخصوصا سبزیجات تلخ، هر چیزی. بچه هم بودیم یادم همیشه میگفتن این تلخ، میگفتن خب بخور برای کبدت خوبه. دقیقا درست گفتن، هر سبزی که تلخ تر باشه بهتره برای کبد، اشکال نداره بجوین بخورین، مسئله نیست. جعفری ویتامین A بالایی داره، حتما بخورید. بعد از اون کیل، خب کیل که میدونین کلسترول خوبم میبره بالا، کیل رو خوردش میکنین میخورید، یا
آبشو نمیگیرین، بلند میکنید. هیچ وقت من با آب سبزی آب میوه میدونین که مخالفم. سبزی رو بلندش میکنین تو مخلوط کن یا دستگاه هم و اقسام دستگاه مال به همشو میگیم مخلوط کن، چون مخلوط میکنه همه رو. تو اونا بریزین و بخورین. حالا هر چی تلختر بهتره. یه تیکه سیب یا یه تیکه چغندر هم توش بریزید. خب ویتامین بی دوست کبده، انواع اقسامشون B1, B2, B3, B9, B6, B12 همشون بهترینن. بروئر ییست یا مخمر آبجو فوق‌العاده خوبه چون مملو از ویتامینه. جوانه ها، من اون دفعه براتون گفتم جوانه ها رو هممون میتونیم تو خونه درست کنیم. مثلا نیاکان ما درست کردن. آنزیم هایی که از جوانه ها میگیریم، ویتامین هایی که از جوانه ها میگیریم از هیچ چیزی نمیتونیم بگیریم. خودتون دارین درست میکنین، خاکی هم بهش نمیزنید. تمیز سیتا یا دانه ها رو هم میتونین ارگانیک بگیرید، جایی که میشناسید میگیرید. الان هم گفتم یه دستگاهیه که گرفتم، هر کیم بهم زنگ زد فکر میکنم اسمش هست لایف شل، شل لایف یه چنین چیزی، یه چیز گردیه، چند طبقه هم میتونین بذارین که بیشتر از یه طبقه احتیاج دارید. هر سه روز چهار روز جوانه بلند میشه، برای شما تمام خانوادتون کافیه. پر از ویتامین، مخصوصا اگه گندم که بذارید پر از ویتامین بیه، یعنی و 99 تا از المنت ها توشه، یعنی پتاسیم، مگنزیوم، کلسیوم، کروم، هر چی که فکر کنین توشه. 99 تا المنت جدول مندلیف توشه، یعنی اینقدر خوبه برای چشتون، برای همه چی. اینو برای کبد گفتم. یه چیز دیگه ای که هست تخم چشمه، کسایی که اینو میدونین، همه تون میدونین زرده، یکی از علائمش همینه، زیر چشم زیر پلک قرمزه، اینا علائمشه. میدونید درد ممکنه نداشته باشین اصلا، تو حالتهای بالاشه. مشروب خب دشمنشه. خب کورن یا بلال یا روغن بلال به هیچ وجه نگیرید، به هیچ وجه. اصلا حتی اگر فتی لیورم یا کبد چرب نداریم باز هم اینو نخرید بخورید. یکی از بهترین چیزها که برای کبد چرب هست، من هر کدومتون به من زنگ زدین علاوه بر اینکه اون دستورا رو گفتم و تمیزی ها رو گفتم و چیکوری روت، چیکوری روت پیدا کنید، ارگانیکش رو پیدا کنید، سرتفایدش رو پیدا کنید، پیدا نکردید با من تماس بگیرید. کبد دومه، یعنی اینقدر برای کبد شما خوبه. کورکومن، یادتون باشین این کورکومن داخل زردچوبه است، حالت داروییشه. خیلی ها میگن زردچوبه خوب میرن نقدر زردچوبه میخورن سر و پوست صورت و پوستشون همه زرد میشه که فکر میکنن هرچی بیشتر بخورن بهتره. نه، زردچوبه باید پردازش بشه در بدن که نمیتونه اونقدر خوبه. تا یه حدی به ماست بزنین بخورین یا تو غذاهاتون بریزین، ولی اون کورکمنی که احتیاج دارین چقدر مگه شما میتونین بخورین؟ بنابراین اوکان دوست شماست در این مورد، بسیار بسیار بهتون کمک میکنه. به هر حال اینا من میتونم یه ساعت دیگه هم درباره کبد صحبت کنم، ولی که وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم. سوال بیشتر داشتین با شماره تلفن 415 450 5044. آب یکی از بهترین میدونید دیگه کارهایی، چون بدن شما رو تصفیه میکنه، بدن شما تمیز میکنه، پس باز هم به کبد شما کمک میکنه. پس اگر من کبد من نارسایی داره و همیشه خستم، زردم و کار درست انجام نمیده، آب بسیار کمک میکنه. حالا بازم میتونید با من تماس بگیرید.